خاموش باشه. بچه چرا خاموش باشه مشکلی نداره چون چرا خاموش باشه؟ خاموش خیلی خاموش. خیلی یکی تا نمیشه یکی بزن؟ اون آخری ها رو یکی میابرید بزن، اونا طوریه اون آخری ها دیواری ها رو، یه دیواری ها رو بزن این ها؟ خب یه اینجا رو بسیم، یه بسیم اونجا بسیم نه، اینجا که میخواد فیلم بردار کنه نور میفته خب آقا، خب باشه، شما جلو بشه حالا دیگه اینجا میشه شما جلو بشه، چرا خاموش بشه نمیشون بسی میتونی فرد کنم بچه یک کدوم یه صورت سوالات بنویسید من حل کنم یک کدوم بنویسید من حل کنم حالا یک کدوم بنویسید من حل را انجام کنم کدوم ها بنویسید؟ همین گفتن کاربرد مشتاق حل کنیم کدوم سوال داشتم؟ از یک حل کنیم از یک حل کنیم از یک حل کنیم شما یه صندلی اونجا بذار که بشینی همونجا سوال بریم آقا چرا هم گیرده سوال بریم بارش که بریم این کدوم این آقا رنگ زن رو چیم آقا از اینجا بریم سوال بریم بره بره تابلو رو همه رو داره همجا که دست دیم هست همونجا یه سطح از ما رو برشت زده یه سطح از اینترنت رو
گزینه ها رو این کنارش هم بگیره نیست اینجا باید؟ اینجا جا باشه برای خنگ منی میخوایم تابه چند همشه سعودی باشه چون تابه چند جمله یه از مشتر استفاده میکنیم مشترش باید مثبت یا صفر باشه چرا مثبت با صفرش؟ مثل مثلا تابه x به توان 3 مشتر x به توان 3 میشه 3x2 تو صفر هم صفر میشه ولی مشکلی نره یعنی اگر این مثبت با صفرش در تعداد متناهی نقطه رخ بده طوری نیست خب مشتق بگیم از تابه میشه 3x2 برای 2x برای بگیم حالا این تابه در حالت دوم هم همیشه مثبت باشه اگه همیشه مثبت میخواستیم باشه باید برای تابه حالا من بنویسم gx مثلا ax2 برای bx برای c اگر من بخوام gx همواره مثبت باشه باید دلتا منفی a مثبت اگر بخواییم جی ایکس همواره منفی باشه موقع دلتا منفی آ منفی حالا اگر بخواییم مصای با صفر باشه خب دلتا هم میتونه صفر باشه ولی موقع آ باید مثبت باشه اینجا هم آ باید منفی باشه پس نکته ای که ما باید ببینیم اینه نکته اون که باید توی مسئله بلد باشیم و استفاده باشیم حالا توی این سوال ما دلتا همون باید منفی باشه دلتا همون چی به دست میاد؟ میشه 4a2 منهای 12 این باید کوچکتر یا مساوی با 0 بشه پس میشه a2 کوچکتر یا مساوی با 0 بعد مطلق a میشه بین منفی رادیکال 0 و مثبت رادیکال 0 حالا اینجا قدر مطلقی نمیشه اصلا قدر مطلق a میشه کوچکتر یا مساوی با رادیکال 0 حالا تو گزینه ها ما همه برای انتخاب کنیم گزینه 0 مساوی هم میذاشتن درست اگر به خود همواره سعودی اکی دیگه این مساوی رو ما نمیذاشتیم و این برابره حالا تو گزینه هامون این اتفاق میفته درست گزینه سه میدونست آقا پس همیشه دلتا برابر خوب باشه دلتا برابر خوب باشه کلاس کسی حضور نداره قرار شده چیکار کنید عکسشو بفرستید براش من بفرستم آقا یه مادی گفتم بفرست بزن تو گروه بعدا چه واقعا نیست کارو باشن شما هر وقت که عکس گرفتید دیگه مشکل نیست بگید تا آقا عکسین ها من از خودتون میگیرید اونایی که خودتون آره گرفتم فرستم آقا تا ریشه نداشته باشه ما وقتی تعیین علامت میکردیم یه درجه دو که میرسیدیم اگر دلتاش مثبت بود میگفتیم دو تا ریشه داره بین دو ریشه مخالف خارجش موافق حالا اگر دلتا صفر بشه یا منفی بشه معادله ریشه نداره
ریشه نداره همواره موافق علامت آموزش همواره موافق باشه یعنی یا همیشه مثبت یا همیشه منفی وقتی میگیم مقدار یعنی عرض نقطه ما از سابق مشتر بگیریم نقاط بحرانی تابع رو به دست میاریم باید رو حساب کنم مشتر تابع رو یک سوم با سه ساده میشه میشه x سوم منهای دو x منهای پونزده مساوی با صفر قرار بدیم تا طول نقاط بحرانی به دست بیاد میشه پنج و منهای سه درسته؟ حالا پنج تو بازه اون قرار نداره این متعلق نیست به بازه منهای چهار تا سه پس غیر قابل قبول ولی منهای سه تو بازه اون هست قابل قبول پس ما یه منهای چهار داریم یه منهای سه داریم یه سه داریم برای اینا باید بایش رو حساب کنیم خب برای منهای چهار میشه چقدر منفی شست و چهار سه بود بله منهای 16 بله به یه چند 60 درسته؟ خب این که میشه چرا 34 مصبت میشه منفی 64 34 تا 12 تا 12 13 میشه چند؟ 68 سه پس این شد 68 سه بود حالا اگر ما 69 میگرفتیم تقریبا میشه چه 23 بله یعنی در واقع میشه 22 و 66 منهای سه رو بدیم میشه منفی 27 میشه منفی 9 منهای سه رو بدیم منفی 9 مثبت 45 اجدت چی کم کنیم؟ 27 مصبت 3 رو بگیم میشه 9 منهای 9 منهای 4 خب مقدار که میگه یعنی وات خب تو اینا این ماکسیموم امونه ماکسیموم مطلق امونه و این مینیموم مطلق امونه پس بنابراین 27 و منفی 45 گزینه دو رو درست باشه گزینه دو آره بعد اول 27 رو بگه بعد منفی 36 منفی 45 رعایت نکرد بله بله به همین ترتیبی که اونجا نوشتن اینجا به ترتیبی با مشتق رایتیری برابر است که مشتق اولی در دوم این بله مشتق دومی در دوم مشتق اولی طبق یو به توان N میشه N یو 3 یو به توان یکی چند تر تا اینجا شد مشتق اولی ضرب در دوم بله مشتق دومی
مشتر دومی زردر هم. حالا ما مشتر مصاب و صفر قرار میدیم چون میخواییم تعیین علامتشون. یک منایه پیتاگوری که فاکتور میگیریم به ما میده سه ایکس به علاوه سه به علاوه یک میشه سه ایکس به علاوه سه به علاوه ایکس میگیریم. درسته ایکس منایه پیتاگوریش رو فاکتور گرفتیم سه ایکس به علاوه سه به علاوه یک در ایکس منایه مصاب و صفر. یعنی میشه x منایه یک به توانی دو در چار x به علاوه یه دو. خب این مشتر رو میخواییم تعیین علامت کنیم. ریشه این که میشه یک ریشه این منفی یک دو بوم. این یک چون توانی دو داره تغییر علامت نمیده، بعد در یک صفر میشه ولی تو تعیین علامت نمیاد. x به علاوه دو کوچکتر مخالف بزرگتر. حالا فاصله نزولی باشه پس اینجا نزولی پس چه از منفی ایرانه تا منفی یک دو یعنی x های کوچکتر از منفی یک دو. اکیرم نگفت مصابی گذاشت به دوره نبود؟ بله حالا جنگ مصابی هم بود طوری هم نبود. حالا ما این نزولی اکیرم خود منفی یک دومه تأثیری نداره جزش باشه یا نباشه. اینجا مساوی هم میذاشتن هم درست بود. خود یه نقطه تأثیری نداره. توابی که مشتق تذیر باشن از این مثلا اگر بگم x برای بلاکت x اونو که دیگه با مشتق نمیتونیم بگیم با نموده برمان یا نامساوی هایی که دیدیم توابهی که مشتق پذیرن مشتق میگیم تعیین علامت میکنیم جایی که مشتق مثبت سعودی هایی که جایی که منفی میتونیم. اینا دو جور میتونیم عمل کنیم هم با مشتق هم با روابط مثلثاتی که داریم. با مشتق کوسینوس به توان دو میشه n یو پریم یو به توان یکی کمتر مشتق سینوس اون هم که میشه کوسینوس یک کوسینوس x فاکتور میگیم میشه منفی دو سینوس x به علاوه یک یا کوسینوس x اون صفر یا منفی دو سینوس ایکس به علاوه یک بسید. در این حالت سینوس ایکس رو به دست میدونیم. حالا میتونیم زاویه پیدا کنیم براش. کوسینوس کجا میشه صفر؟ تو 90 و 270. میتونم نه اون مقدار بگیم. بگیم خب اگر کوسینوس بشه صفر یا سینوسمون یک بوده یا سینوسمون منهای یک بوده. چرا؟ منهای یک بوده. چون باید سینوس رو برای کوسینوس رو بشه یک دیگه. حالا یه بار با صفر و یک بریم میبینیم باید اون میشه چه در این وضعیت باید با دست باید میشه صفر و منهای یک بریم باید اون در این وضعیت میشه منهای یک به جا کوسینوس صفر میذارم به جا سینوسش منهای یک میذارم زاویه پیدا نکنم. اگر این برای این حال اگر سینوس ایکس هم بشه یک رو خب همون سینوس رو برداری کوسینوس رو مسایز با یک رو بریم کوسینوس رو به دست میاد سه چهار رو بله رتبت سه رو بود یا مثبت یا من. حالا اگر با این رادیکال سه رو بود به توان دو میشه سه چهار رو این هم بود دو چهار رو باید میشه پنج چهار رو با این بریم توان دو رو میشه که فرق نمی کنه
این هم دوباره به ما میده 5. این مال جایی که مشتق صفر میمونه، صفر دو پی به ازای صفر میمونه. صفر که بدیم میشه یک، میشه صفر، یک به ما میده. دو پی هم که بدیم که مثل هم صفر میمونه، این دوباره به ما میده یک، این به ما میده صفر. پس ما این موادی رو دیدیم. حالا مقدار ماکسیموم رو گفته، خب پنج چهارم از همش بیشتر، پس گزینه سه درست میشه. این یه روش. حالا با روش مثلثاتی هم همش میشه. بچه ها اگر میخواستیم با نقاط بحرانی بریم، ما اینجا x رو به دست می آوردیم، گفتیم پی دوم و سه پی دوم با یک دوم پی شیشم و پنج پی شیشم. بعد نوادی این بایا رو حساب میکردیم، اونا هم داشتیم مثل همون قبلیه که حساب کردیم، بدیدیم کدوم بیشتره کدوم کم. اینجا که مشتق گرفتید تک تک مساوی با صفر دارد. اگر کوسینوس بشه صفر، چون سینوس به توان دو برابر کوسینوس به توان دو برابر با یکه، اگر کوسینوس صفر باشه خب میشه سینوس به توان دو برابر با یک، پس سینوسمون یا یک یا منهای یک. نوشیم سینوس یک منهای یک. بعد حالا اومدیم قرار دادیم به جا کوسینوس صفر میذاریم، به جا سینوس یه بار یک میذاریم، یه بار منهای یک میذاریم، وایا رو داریم بگیم یه بار هم بده. دوباره سینوس که یک دوم باشه شما اینجا یک دوم بذارید میشه یک چهارم، بعد هم کوسینوس رو مسایز باییم یک چهارم میره اون طرف کم میشه میشه سه چهارم، جذب میگیریم میشه مثبت منفی رادیکال سه دوم. البته اینجا جذب رو نمیگرفتیم طوری نبود، چون ما اینجا توان دوش داشتیم، این میشه سه چهارم. ما اینجا کوسینوسمون رو داریم یک دوم میشه سه چهارم به علاوه یک دوم، یک دوم و دو چهارم بگیریم این هم سه چهارم میشه پنج چهارم، باید شده پنج چهارم. حالا روش دوم میگم، روش دوم میخوام بدون مشتق بگیم، بدون مشتق، چون سینوس به توان دو به علاوه کوسینوس به توان دو مساوی با یک، پس به جای کوسینوس دو بنویسم یک منهای سینوس به توان دو، این هم به علاوه سینوس ایکس، این اینجوری مرتب شد. این اول یه منها این دوتا رو یه منها فاکتور میگیرم میشه سینوس دو یک ایکس منهای سینوس ایکس، اون برابر که خودش این دوتا رو یه منها فاکتور میگیرم. حالا میخوام با این اتحاد مربع بسازم، این ضریب رو نصف کنیم به توان دو برسیم، نصف کنیم یک دو به توان دو یک چهارم، یه یک چهارم اضافه میکنم یه یک چهارم کم، این میشه باید مستثبا منهای سینوس دو یکیس منهای سینوس یکیس برای یک چهارم، این منفی برای منفی میشه مثبت یه یکم کده، پس چه منفی سینوس یکیس منهای یک دوم به توان دو به علاوه پنج. خب عبارت به توان دو همیشه مثبت یا صفر، سینوس یکیس منهای یک دوم به توان دو بزرگتر یا مساوی با صفر، در یه منهای که ضرب کنیم میشه کوچکتر یا مساوی با صفر، یه پنج چهارم هم اضافه کنیم، پنج چهارم به این اضافه کنم میشه وای، پنج چهارم اینجا اضافه کنم میشه پنج چهارم، پس وای کوچکتر یا مساوی با پنج چهارم،
البته این ورش محدودیت داریم ها، میگم چرا محدودیت شد، ولی چون گفته ماکسیموم چقدره همین برای اون بس. اگر ما خواستیم برد این تابه رو پیدا کنیم، یعنی مینیمومش هم پیدا کنیم، اینجوری میگفتن، میگفتن این سینوسمون چون با توان یک دوم داره، اگر یه بار سینوسمون رو منهای یک بدیم، منهای یک، منهای یک دوم به ما میده چرا؟ منفی سه دوم به توان دوم میشه نه چهارم، میشد منفی نه چهارم. یه بار منفی نه چهارم به علاوه پنج چهارم ماده دیم، یه بارم که اینو یک یا صفر بشه بدیم، صفر هم بدیم فرق میکنه، یک هم بدیم فرق میکنه، یک دوم به ما میده، یک دوم به توان دو یک چهارم، چه منفی یک چهارم بعد رو کم شد، این به ما میده یک و این به ما میده چه در؟ چهار منفی یک نه اشتباه شد، این منفی من، این صفر، این اگر یک دوم بدم صفر به ما میده، ولی صفر به توان دو صفر در من هزار میشه صفر، یعنی این مقدار شده میده. این ها اینجور بگم، بگم سینوس ایکس هم این بالا بنویسیم، بگم سینوس ایکس هم بین منهای یک و یک و سینوس ایکس منهای یک و همه میشه بین منفی سه و هم تا چند تا یک دو، یک دو هم چند کردیم از حد سن. حالا به توانگوی که میخواییم برسونی این توان داشت میشه 9 چهارم، این توان داشت میشه 1 چهارم، 9 چهارمه بیشتره، ولی اینجا نمی نویسم 1 چهارم چون توان دو میتونه صفر هم باشه، اینجا اصلا سینوس ایکسمون اگر 1 دوم بشه صفر بشه. حالا 5 چهارم که اضافه کنی در این منهای که ضرب کنی جهت عوض میشه، پنج چهارم که اضافه کنید این طرف به ما میده پنج چهارم، این طرف میشه وایم، این طرف پنج چهارم اضافه کنید چند؟ پنج چهارم منفی یک یا پنج چهارم میشه. حالا ما اینجا پنج چهارم رو میخواستیم که دیگه با ماکسیمومش رفتیم، حالا اگر مینیمومش هم میخواستیم مینیمومش به دست اومد به منهای یک. هستن یه تعداد هستن، آقای نربندیان، آقای امیرسایی، آقای محمد حسین ابراهیم هستن بشه آقای چه آقای شرکون بکنم بعد بشه میخوای دوشن کنید بشه آقای چه آقای شرکون بعد بشه میخوای حالا رو میکروفون به بچه ها بگید بچه ها تصویر بعد شد در رو دوستان سلام، کسانی که حضور دارن خیلی خوب دیگه ما سوال نپرسیم، بعد بود یا بعد شد؟ آقای ابراهیمی تصویر بعد شد یا بعد بود؟ الان اینجوری خوبه یا نه یا خاموش کنیم؟ بعد بود بدتر شد، دست شما درد نکن، خاموش کنید بچه ها اگر دیگه. حالا همه چراغا خاموشه، نهایتش اینه، این وضعیت خوبه الان؟
آقای رضایی، آقای نلبندی ها، شما هم اظهار نظر بفرمایید. آقای ابراهیمی، آقای مقصودی فر، الان وضعیت تابلو چطوره؟ راجع به چی؟ راجع به تابلو. تابلو پیداست یا نه؟ آقای نلبندی ها، تابلو وضعیتش چطوره؟ سلام آقای مقصودی فر، کیفیت خیلی بده؟ حالا چطوره کیفیت؟ خیلی بده یا خیلی بده؟ الان چطوره؟ نه نقطه های سفیده بیدید تابلو میفته. خاموش باشه بهتره. اونو خاموش کن. الان چطوره بچه ها؟ اون میفته، اون میفته، اون میفته، اونو خاموش کن. آره راست میگه، جواب شده، اونو خاموش کن. آره، حالا این فقط اون گوشه بالاست، فکر کنم ننویسیم طوری نباشه. بچه ها الان چطوره وضعیت تابلو؟ حالا هر جور خودت بیتونی. به ازای کدام مقدار کا، مقدار ماکسیموم در این بازه قرار بود؟ مشتق بگیریم از سال 6x2 6x6 با صفر که قرار بدیم x به دست میاد 0 و 2. خب 0 و 2 صفرش تو بازمون نیست، این غیر قابل قبول، کارش نداریم. 2 تو بازمون هست قابل قبول، پس نقاطی که داریم یه 1 داریم، یه 2 داریم، یه 3. اگر 1 رو بدیم به ما میده کای منهای 2، اگر 2 رو به ما بهش بدیم میشه 8 منهای 12 منهای 4 میشه کای منهای 4، اگر 3 رو بدیم میشه کای. پس معلومه این ماکسیمومه و این مینیمومه. حالا دو عدد که قرینه هم هستن جمعشون میشه 0 دیگه، پس کار به دست میاد گزینه 2 درست میشه. اما این هم تو ندارم که اصلا میشه بیشتری باید چه کنم؟ بیم مشتر گرفت نه برای ماکسیمو میدونم به دست رو بودم برای چه کنم، برای مشتر بگیریم مشتر بگیریم مصاحبا صرف قرار میدیم نقاط که به دست اکسایی که به دست میاد باید تو بازمون باشه، اگر نبود غیر بار. اگر بود اون نقطه و نقاط اول و آخر اینا طولا بودن قرار میدیم به جای ایکس تا بینیم بایش میشه چند، به جای ایکس میزنیم یک منهای سه به علاوه کار میشه کار میدن، بدیم 2 میشه 8 منهای 12 به علاوه کار، بدیم 3 میشه 27 منهای 27 به علاوه کار. حالا تو اینا این وای از همه بیشتره دیگه میشه ماکسیمم، این از همه کمتر میشه مینیمم. اینجا گفته قرینه همه، خب پس جمعشون باید بشسته. خواب پایین.
من بعضی تستام مال خودمه، بعضیش هم همین کنکوری داریم در خواهد بود. در خواهد بود. در خواهد بود. اینجا همراهم هست. شما نگاه کن اونجا و هر کنون میدونی سخته بگی تا خب مینیمم مطلق این تابع روی این بازه از ساقه مشتر بگیریم چهار با یک چهارم میره میشه x3 سه با x3 با سه میره میشه x2 این هم گیرس مصابه با سه فرار بدیم x فاکتور میگیریم x به ما میده سه x به ما میده منفی x به ما میده هر سه نقطه تو بازمون قرار داره قابل قبول نقاط اول آخر منهای یک رو که داریم نقطه آخر رو نداریم قرار داریم خب به ازای صفر مقدار تابع میشه صفر به ازای منهای یک میشه چقدر؟ میشه یک چهارم بله به یک سوم منهای یک میشه هفت دوازده همه منهای یک میشه منفی پنج دوازده به ازای دو میشه شونزده چهارم چهار منهای هشت سوم منهای چهار پس چه منهای هشت سوم به ازای سه هشتاد یک چهارم منهای 27 سوم یعنی 9 منهای 9 میشه منفی 18 18 ضرب در 4 72 4 میشه منفی چند 9 4 منفی 9 4 این میشه منفی 2 25 این میشه منفی 2 8 بود دیگه نه؟ منفی 2 66 و اینه که به نیم هم نرسیده کمتر از این مقدار مینیموم رو خواسته خب منفی 8 3 بوده میشه حتی الان اگر اشارش هم نمی کردیم با طرف این وسط این کسر رو مقایسه میکنیم 8 3 بوم و هم بکنیم همه رو مخرج به 12 کنیم مخرج به همه رو 12 کنیم این چه منفیه در 4 ضرب کنیم بشه 32 دوازده هم در سه زرد کنیم بیست و هفت دوازده هم خب معلومه که این منفی سی و دو دوازده هم از همه کم اصلا من فیلمه چه همون نداره تو گازتان که رو خواهی درمانش بکنیم من این دوتا رو برد بباستیم حالا کلا ما نه اما من پنج دوازده هم نداره منفی پنج دوازده هم نداره زمجوز بکنیم از همه هم بیا
دیگه تا برسیم. آمین. چهارا این پنج برده ترتیب یا پنج این هم که چیزه سراسریه اونا که مقابلش نوشتم ولی چه سالیه اونا که سراسریه هشت سال هشت سال نوشتم آقا خودتون میکنه سرکنه ما که دارم من بردی میکنه هر کدوم شما فکر میکنه سرکنه این هم من میگم همیشه مراسم قدر مستری خیلی میگم هست نه سر میگم قسم رو هست نه مستر نیست این بلا که دیگه نقطه رو هم زده من هست نیست باش فرق نه بگه بینیسی شون شانسه بقیش هم احتیاج نیست بود ولی حالا اگر بخواستیم ادامه بدیم گفتیم بین دو تا سه که بود برکت اون میشون دو دستون منحل یک پایین داشتیم بین دو تا سه که بود برکت اون به دست میومد دو اف ایکس میشد منحل یک به توان دو میشد یک بعد اونجوری میشد بعد دوباره بین سه تا چهار میشد منحل یک میجوری چهار تا پنج میشد مثبت یک این نمودار تابلو اینا معلومه که بیشماره حالا اون گزینه مثلا یک یا سه اینا رو که داده برای چیه که دانش آموزا فقط این نقاط پرش رو میان حساب میکنن میگن مثلا یه نقطه بحرانی دو تا نقطه بحرانی سه تا نقطه بحرانی اینا هست جایی که مشتق وجود نداره ولی جایی که مشتق میشه صفر چی بی شما پس کلن بی شما نقطه بحرانی میدیشت باشه مشتقات چپ و راست دو عدد متفاوت بشه یا اینکه یک کدوم عدد یک کدوم بی‌نهایتی دو تا وضعیت برای تابه گوشه پیوسته که باید همیشون باشه خب یا مشتقات چپ و راست و عدد متفاوت در میاد یعنی مثلا مشتق راست میشه دو مشتق چپ به دست میاد ده اینجوریه یا اینکه نه یک کدوم عدد یکی بی‌نهایتی میشه نقطه گوشه Thank you.
چون این قدر مطلقه ایکس کوچکتر از یک، یعنی ایکسمون بین منهای یک تا یک، یعنی اگر ما می‌خواستیم اینو باز کنیم این قدر مطلقه ایکس کوچکتر یا مساوی با یک، یعنی ایکسمون بین منهای یک تا یک. این یعنی چی؟ خب اگر ایکس مثبت باشه میشه بین یک تا دو، اگر ایکس منفی باشه میشه منهای ایکس بین یک تا دو، در یه منها که ضرب کنیم میشه ایکس بین منهای دو تا منهای. این تابعه. خب حالا با رسم خیلی راحت‌تر میتونیم جواب بدیم. ما قدر مطلق x به علاوه 1 رو میخواییم. قدر مطلق x مثل 7 به علاوه 1 که داره یه باید میاد عقب‌تر، یه چنین تابعی داره به ما میده. منطقه این تابعه رو ما همیشه نمیخواییم. از کجا؟ از منهای 1 تا 1. منهای 1 اگر بدیم به تابعه اونی که 0 رو به ما میده، یعنی همینجا 1 رو بدیم به تابعه 2 به ما میده. پس اضافه شما نداریم، حذف کنیم. این هست تابع سینوسی از یک تا دو. یک رو که بهش بدیم باز عربت، یک رو که بدیم میشه پی، سینوس پی میشه صفر. تا دو، خب یک و نیم یعنی سه دوم رو که بدیم سه دوم میشه سه پی دوم، یعنی 270. سینوسش منفی یک. دو رو که بدیم دوباره دو پی میشه صفر. یعنی تابع سینوسیمون که اینجوری بوده، تابع سینوسیمون که اینجوری بوده ما فقط از یک تا دو شون این تابع رو بدیم. بله، حالا این ولن دوباره قرینش هم میشه. مثلا اینجا منهای دوه، اینجا منفی یک و نیمه. ببینید منهای یک رو اگر بدیم میشه منهای پی دوباره میشه صفر. منهای دو رو که بدیم منهای دو پی میشه صفر. منهای یک رو که بدیم میشه منفی سه پی دو. منفیش که میاد بیرون، یه منهای یکی هم داره هیچ. پس اینجا دو صفر رو میبادیم یک میشه دیجا. این هم داره میشه، این هم داره تابع. حالا گفته ماکسیموم مینیمم مطلقشه. خب مینیمم مطلقش تو یک داره اتفاق میفته که برابر میشه با دو. ما یک رو بدیم دو به ما میده. مینیممون هم داره منهای یک به ما میده که در یک دو خونه اتفاق میده. پس ماکسیموم اون دوه، مینیموم اون منهای یک. بزنه سه. اینو؟ این که خب نکته داشتیم با وقت ما میگیم قدر مطلق ایکس کوچکتر یا مساوی با یک، شما یا ایکساتون مثبت و صفره یا ایکساتون منفی. اگر ایکساتون مثبت باشه قدر مطلق برداشته میشه، اینجا ما محدودیت صفر داشتیم. اگر ایکساتون منفی باشه این میاد بیرون میشه منهای ایکس بزرگتر یا مساوی با یک، در یه منها که ضرب کنیم میشه ایکس کوچکتر یا مساوی با منهای یک. جهت عوض شد اینجوری. خب حالا اگر اینا رو با هم ربطش بدیم میشه از منهای اینجا تا صفر بوده، اینجا بیشتر میشه، جهت عوض میشه اینجوری میشه، این هم تا صفر بوده، پس منهای یک تا صفر، صفر تا یک، پس کلا میشه ایکس بین منهای یک تا یک. حالا این نکته مال قدر مطلقی بوده دیگه. وقتی ما داریم قدر مطلق آ، قدر مطلق ایکس کوچکتر یا مساوی با آ، ایکس میشه بین منهای آ تا اینشه. حالا اگر بین دو عدد مثبت قرار بگیره، همجور که اونجا هم توضیح دادم، قدر مطلق x بین دو عدد مثبت آ تا بی قرار بگیره، اگر x همون مثبت باشه که قدر مطلق برداشته میشه، اگر x همون منفی باشه مگه من نباید اینجوری بنویسم؟ برای x های منفی در یه منهای که ضرب کنم میشه منهای آ x منهای b، پس چه منهای b x منهای. این هم ماله وقتی که بین دو عدد مثبت دارد، حتما باید آوردی مثبت باشه. حالا این تابع مشتق پذیر نبود که ما میخواستیم اونجوری، حتما باید میمدیم رو رسم نمیدارم. اونجوری میخواستیم با اعتماد هر دو مطلقی قرار دکمی رو دو تا شد مشتقی رو سیدتون؟
میگم مثلا ببین مثلا این تابه در نقطه یک مشترک پذیر نیست، در نقطه منهای یک مشترک پذیر نیست. اونایی که مشترک پذیرن ما میریم به اون مشترک پذیر. بعدم باید رو بازه بسته به ما بده. اون قضیه که داره میریم اون ماکسیمم مطلق رو میده دو تا شرط داره. تابه پیوسته و مشترک پذیر، بازه اون بسته. حالا اینکه بازه باز مثلا هیچ دیگه نمیتونیم از قضیه استفاده. بگی در جو میخواد و ترتیب صفحات رو رعایت کن به تو من دیرم این صفحه رو داری چیم صفحه سی این سی و دو اگر سی و دو همین رو تصمیم بگی سی و دو همین شما مفروضات مسئله و دانسته های قبلیمون باید یه رابطه هم بر حسب ایکس و وای بنویسیم. حالا از این مفروضات استفاده میکنیم، یه متغیرها رو پیدا میکنیم تو اون بالایه قرار میدیم تا معادله اون یه متغیر بشه، مشتق میگیریم و مشتق رو مثلا صفر. یه سوال داره دونیم مثلا همونتون یه ایکس و وای شده کلا یه ها به یه سازی اونجوری باشه بعد از دوباره اونجا همین تست به یه سازی بریم آسونه به یه شامزای نظام قدیم بود بعد یه همجور داشتن یه برای شما که شد یه اونایش که تو کتاب دو نبود ریختن دور اونایی که بود رو دیگر داشت. اگر اف این باشه جی با ضابطه فلان باشد ماکسیمم مقدار جی او اف ایکس دوتا چه یه جور نوشتی؟ صورت سوالی بود؟ آقای در باید نوشتی؟ سوالی چنده؟ حالا شاید هم من اشتباه بشتم آمگی توری هم اینجا بشید نه اشکالی نه نه دیگه این دوست تو مورده داشتید اشکالی نه من یه ضابطه بشتید اشکالی نه آمان هم داری که من بله خب مثلا ما اگر بخواییم ترکیب انجام میدیم و بعد با مشترک باییم و بریم سخت میشه تابع جی ایکس رو نگاه کنید مشترکش میشه چی؟ میشه سه ایکس دو منهای سه حالا شاید من اشتباه نمیشته باشم حالا رو گزینه ها معلوم میشه مصارفه صرف که قرار بدیم ایکس به ما میده یه و ایکس به ما میده چند؟ منهای این نقاط بحرانیه
برای این تابع هم همینه. ما این آقایم حالا تابع ایکس اف ایکس هم رو اگر ما بیه مشترکش رو بگیریم و تعیین علامت کنیم ایکس ایکس اف بریم اف این بعد این ایکس کوچکتر یا مساوی با یک یعنی ما یک داریم منا یک داریم اینجا هم همینه اینجا رو دیگه ما هم مشترک تابعه بود که همین در این لغت میشه سه بین دوشه مخالف خالجش موافق از اینجا داره صعود میکنه اینجا داره نزول منهای یک رو بدیم به تابع اصلیمون بهمون میده چند منهای یک بدیم نسبت بله منهای یک بدیم یک رو بدیم منهای خب حالا جی و اف این موادی رو داره میگیره وقتی میخواد ماکسیموم بشه تابع جیمون هم همین تعیین علامت رو داره نگاه کنید یعنی اینم این که تابع نهایتی منهای یکیه اینم دوباره همون موادیر دو منهای دو رو به ما میده اینجا منفی بی نهایت اینجا ما ماکسیمون مقداری که داریم دوه اینجا دوه که بهش بدیم به تابع جی دوه که بدیم بهمون چند میده؟ هشت منهای شش دو دیگه بقیهش رو نداریم چرا که این اف ماکسیمومش دو میشه ببینید جی او اف مگه نیست جی اف ایس خب حالا تو این بازه منهای بی نهایت تا یک مقدار ماکسیموم افمون شده دو حالا این جی رو داریم به ازای دو بدستیم اگر این طرف میخواستیم بریم منفی بی نهایتی میدادیم منفی بی نهایت بریم پس بیشتر این مقدارش همون به ازای دو اتفاق میفته که دو اینجا قرار داره به ازای دو مقدار هشت منهای شیش یعنی دو رو از ماکسیمومش به دست بیا با مشترک بریم بله باید ما تابع مرکب تشکیل بدیم مشترک باشیم حالا این احتمالا نشکم آره الان درست بذار رنگی پا کن وای مساویس با جی اف ایکس مشترکش میشه جی پرینه اف ایکس ضرب در اف پرین ایکس حالا جی پرینه همون که میشه سه ایکس دو منهای سه جی پرین جی پرینه ایکس میشه سه ایکس دو منهای سه حالا جی پرینه اف ایکس من باید به جای ایکسش اف ایکس رو قرار بدم یعنی اینجا باید قرار بدیم ایکسه یه منهای سه ایکس این شد جی پرینه اف ایکس زد در اف پرین اف پرین هم میشه سه ایکس رو یه منهای سه حالا این رو پنگ مصبت با سه افتاد یه بار این صفره که به ما میده مصبت و منفی یه بار این صفر این صفر باشه میشه x3 منهای 3x به توان 2 مساوی با 1 یعنی x3 منهای 3x مساوی با 1 و منهای 1 حالا میره با پیدا کردن سخته بود میشینا این برمان چی میشه؟ آمه یه دیدن نشتو f2 نیست همون دیگه f2 نیست جی پرین افکت نه جی اف اکسپیری نشت نه جیه اکسپریم نه جیپیم در ببینید شما میتونید جایی رو با این کلن عوض کنید نه اونو میدونم ولی جیپیم ننشته بود که بعد اکسپریم نشته نه سوال اگه دارم جیپیم نه جیپیم نه اکس عبر اکسپریم پس این حالا شاید من اشتباه نمیشه باشم جی رو شاید زابط شده باشه چون زابطش غیر یکی باشه آقا میشه یه بریم سیدار هر کدوم میدونیم
این کنکوری بود یا نه؟ برسنش میدم این کنکوری بود یا تعلیفی بود؟ کنکوری بوده. بچه اگر بتونید مال ریاضی خارج کشور سال 86 رو بیاری تستشو ببینید همین بوده یا من اشتباه کردم. ریاضی خارج از کشور سال
ریاضی خارج از کشور 86 اگر نمی در زنگی باید پیدا شد تا ببینیم درست شد چیزی شدی؟ تمام بیو به تمام حرفه کنم از نیم ایکسه برای ایکس ما اونجا مرهانی بشتریم بیشتری من داره تو جی او ایکسه یک افش با مرهان هست جی او ما برای هست درده برای سه هم اگر ما بخواییم معمولی مشتر بگیریم و اونجوری حل کنیم خیلی وقت گیره و درد سر داره قبله که x به توان 3 منهای x2 همواره کوچکتر یا مساویس با x3 چون x2 یا صفره که اون موقع اینا با هم برابرن یا این یه عدد مثبته به توانش مثبته که در هر حال داره از x3 کم میشه پس این کوچکتر از این حالا ریشه سوم ریشه سوم این که میشه ایکس نمکنش در یه منهایی که ضرب کنید یه منهایی ایکس که بهش اضافه کنید یه منهایی ایکس به دو طرف اضافه این طرف میشه سوم این طرف هم شده ایکس اف ایکس کوچکتر یا مساوی با صفره یعنی ماکسیمومش صفره گذاریم اگر خواستیم مشتر داریم خیلی طول کشید چجوری میگی؟ یه دفعه میرسیم که با ایکس رو بزنیم نمیابا که صحب بود یه نکته میگیم نکته ایش اینجوریه که بگیم خود ایکس منهای ایکس رو کوچکتر یا مساوی با ایکس در واقع روش ساختنه فکر کنم تو جزوه هم گفته باشه روش ریشه سوم میگیم از دو طرف ریشه سوم ایکس میشه ایکس حالا همون ایکس رو بگو بیاریم این طرف میشه منهای ایکس و علاوه بر این کوچکتر میشه من میخوام این عبارت رو بسازم دیگه این عبارت رو ساخت خب حالا یه منهای ایکس مگه اینجا نداریم منهای ایکس به دو طرف اضافه کرد خب این ریشه سوم خب بچه هم خواهید یه رو به استراحت کنید دوباره یه تا مدارا بیهنه سوال بیشنم هر کدوم خواستید
Kontrol edelim, hadi edelim, yok. Hadi ver, hadi kontrol edelim. Yok, ben anlaşmıyorum. Bu keşfane ne falan. Bekleyeceğiz, kovalışmıyorum.